خب آخرین خبری که داشتیم فرداد در واقع رخدادهایی هست که الان در نوار غزه داره اتفاق میفته. رسانه های فلسطینی و همچنین رسانه های جمهوری اسلامی میگن که تانک های ارتش اسرائیل وارد نوار غزه شدن از شمال این باریکه و درگیری هایی در اونجا ادامه داره. باید گفت که ارتش اسرائیل هنوز تایید نکرده که این اون حمله زمینی هست که قرار بوده انجام بشه، هرچند که سخنگوی ارتش اسرائیل دو ساعت پیش در اون کنفرانس خبری روزانه‌ای که روزی دو بار صبح و شب داره گفت که ارتش، نیروی زمینی ارتش در واقع عملیات زمینی خودش رو از امشب گسترش خواهد داد، اما او هم نگفت که این عملیات در واقع همون عملیات زمینی هست که همه خیلی ها در واقع منتظرش بودن در هفته گذشته و مقامات اسرائیلی مدام ازش صحبت میکردن. یکی از مقامات سیاسی اسرائیل یک توییتی زد و گفت که حمله آغاز شده، چیزی تقریبا به این مفهوم، اما لحظاتی بعد اون رو پاک کرد که شاید نشون میده که حتی او هم هنوز مطمئن نبوده حمله شروع شده یا نه. اما از اون طرف خب در واقع وزیر خارجه اردن، او در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، او گفته که بله این حمله شروع شده و این در واقع اون چیزی هست که در طول یکی دو ساعت گذشته در واقع چشم بسیاری از افراد رو به خودش مشغول کرده. باید گفت که بسیاری میگفتند از عصر امروز که حملات هوایی اسرائیل بسیار تشدید شده، همچنین حملات توپخانه‌ای، که این احتمالاً آماده کردن مسیر هست برای عملیات زمینی، هرچند که باز هم تاکید میکنم هنوز مشخص نیست که آیا این عملیات مانند عملیات هایی هست که شبهای گذشته ارتش اسرائیل به صورت محدود وارد غزه شده بود و برگشته بود اما کمی گسترده تر، یا اینکه این همون عملیاتی است که ارتش و مقامات اسرائیلی در طول سه هفته گذشته گفتن که وارد نوار غزه خواهند شد و در واقع حماس رو سرنگون و نابود خواهند کرد.